به نام خدای یکتای بی همتا، بلند همتی راه موفقیت ملت‌های متقدم است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. برای رسیدن به آمرزش و آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان ها و زمین است، بر یکدیگر پیشی گیرید که آن برای کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل الله است، به هر کسی بخواهد می دهد و الله دارای فضل عظیم است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه اول و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، یقینا دین مقدس اسلام با آموزه‌های عالی خود مردم و پیروان خود را بر بلند همتی، تلاش، اجتهاد و آبادسازی دستور می‌دهد و تشویق می‌کند و از تنبلی، بیکارگی و فسادکاری باز می‌دارد، و این موضوعی است که ادیان آسمانی و رسالت‌های سابقه نیز به آن دستور داده‌اند، طوری که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید، ترجمه: یا از آنچه در صحیفه های موسی بوده آگاه شده است و نیز آنچه در صحیفه های ابراهیم، همان کسی که وفادار بود که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد، و اینکه برای انسان بهره جز آنچه سعی کرده نیست، و اینکه به زودی حاصل تلاش و سعی او داده خواهد شد، سپس او به پاداش تمام و کافی پاداش داده خواهد شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز قدر و جایگاه بلند همتی را چنین بیان نموده است: همانا خداوند متعال کریم است، کرامت، شرافت، اخلاق عالی و بلند همتی را دوست می دارد و بد اخلاقی و دون همتی را زشت می پندارد. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه فرمود: هیچگاه همت خود را کوچک و فرومایه نسازید، زیرا بیشترین کسانی که به منکرات و زشتی ها رو می آورند فرومایگان و دون همتان هستند. و همچنین بزرگان میگویند یکی از نشانه های کامل شدن عقل بلند همتی است. خدا به ابو طیب متنبی خیر بیشمار نصیب نماید، چنین میفرماید: در میان مردم عیب زشتری از نقص کسانی که می توانند کامل شوند را ندیدم. به هر حال بلند همتی مخصوص حالات مشخص و میادین معین نیست، بلکه باید در هر بخش از زندگی انسان تحقق پیدا کند و وجود داشته باشد. مثلا در بخش عبادات، چون شریعت مقدس اسلام بر رقابت و پیشگیری در میدانهای عبادت تشویق نموده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید، و خداوند متعال پاداشی وافری را برای کسانی تضمین نموده که در راه عبادت خداوند تلاش و اجتهاد می کند، چنانچه می فرماید: و کسی که سرای آخرت را بخواهد و برای آن سعی و تلاش خود را بکند، در حالی که مؤمن باشد، پس اینان سعی و تلاششان مشکور است و پاداش داده خواهد شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امور زندگی خیش دارای همت عالی بود، از جمله در بخش عبادات، طوری که پروردگارش او را چنین خطاب نموده است: ای جامع بر تن پیچیده، شب را جز اندکی به پا خیز و عبادت کن، نیمه از آن را یا اندکی از آن کم کن یا اندکی بر نصف آن بیفزا، و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان، یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. چنانچه او صلی الله علیه و سلم به حد شب زنده داری می نمود که قدم های مبارک ایشان ورم می کرد. وقتی در این خصوص پرسیده شد فرمود: آیا بنده سپاسگزار پروردگارم نباشم؟ و چقدر یاران و امت خود را بر بزرگواری و بلند همتی تشویق نموده است. می فرماید: هرگاه چیزی از خداوند می خواستید فردوس را بخواهید، زیرا آن میانه و عالی ترین مکان بهشت است و مافوق عرش خداوند قرار دارد و از آنجا دریاهای بهشت سرچشمه می گیرد. و از ربیعه بن رکعب رضی الله عنه روایت است که فرمود: شبی را با پیامبر صلی الله علیه و سلم سپری کردم، پس آب وضو و نیازهای او را حاضر نمودم. برایم گفت: بخواه هر چی دلت می خواهد.
گفتم رفیقی تو در بهشت را میخواهم. فرمود و چیزی دیگری غیر از این؟ گفتم فقط همین. فرمود پس رفیقی مرا با کثرت سجود به درگاه خداوند متعال بخواه. و بلند همتی در عبادت میخواهد تا باید عبادت به صورت درست ادا کرده شود و اثر آن در رفتار و اخلاق انسان ظاهر گردد. پس نباید دروغ بگوید، نباید به حق هیچ کسی خیانت یا غش و فریبکاری کند و مال مردم را به ناحق و باطل نخورد. پس در این صورت ادای عبادت مطابق هدف مطلوب آن می باشد و استقامت که اساس این دین است متحقق می گردد. و همچنین از مهمترین صحنه های بلند همتی صحنه علم و آموزش است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده است تا از خداوند متعال علم نافع و مفید بخواهیم که فایده آن به همه خلق خدا برسد، طوری که می فرماید از خداوند علمی مفید بخواهید و از علمی بی فایده به او پناه ببرید. و خود چنین دعا می کرد، بار خدایا از علمی بی فایده به تو پناه می برم. پس علمی مفید یگانه صلاحی است که باعث تقویت کشورها و تقدم ملت ها می شود، چون هر کشوری که تقدم نموده حتما با علم بوده و هر کشوری که پس مانده و ضعیف شده نیز به اثر بی علمی و دوری از میدان علم بوده است. صحابه و تابعین رضوان الله علیهم اجمعین در طلب علم با همت ترین مردم بودند، طوری که حضرت ابی هریره رضی الله عنه در طلب حدیث همت عالی داشت، چنانچه می فرمود مرا نکشزارهای صحرا از رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول و دور ساخته بود و نه داد و ستدهای بازارها، بلکه هر سخنی را از پیامبر صلی الله علیه و سلم می آموختم و می گرفتم. پس حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می گفت ای ابا هریره، تو نزدیک ترین ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم و عالم ترین ما به احادیث او هستی. و اسماعیل ابن یحیی می گوید از امام شافعی رحمه الله شنیدم که می فرمود قرآن کریم را در سن 7 سالگی حفظ کردم و در سن 10 سالگی موطأ امام مالک را حفظ نمودم. و امام احمد ابن حنبل رحمه الله هزار حدیث را حفظ کرده بود. گفته می شود امام نووی رحمه الله روزانه به 12 حلقه درس حاضر می شود. همچنین علمای گذشته ما در همه بخش ها امانت علم را به دوش کشیدند و رسالت آن را با کمال اخلاص به مردم رساندند تا باشد خداوند را راضی بسازند و نفع آن به همه بشریت برسد. پس با این کارشان نام و علم خیش را با حروفی از طلا در خاطرات تاریخ بشریت ثبت نمودند. خداوند متعال می فرماید پس اما کف ها کنار افتاده از بین می روند و آنچه به مردم سود می بخشد در زمین باقی می ماند. و برخی دیگری از صحنه های بلند همتی صحنه عمل و کار است. شریعت اسلام شان و جایگاه کار را بلند نموده است، طوری که قرآن کریم میان عبادت و عمل جمع نموده این دو را قرین یکدیگر دانسته است، چنانچه خداوند متعال می فرماید پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. و خداوند متعال کسی را که کار و مسئولیت خود را به وجه احسن انجام بدهد به زندگی زیبا و پاک در دنیا و نعمت‌های ابدی در آخرت مژده داده است، طوری که می‌فرماید هر کسی که کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیات پاک زنده می‌داریم و مسلماً پاداششان را به حسب بهترین اعمالی که انجام می‌دادند به آنها می‌دهیم. در آیه دیگری می‌فرماید بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. همین شرافت عمل و کار را کافی است که همه پیامبران الهی کار میکردند، طوری که حضرت آدم، ابراهیم و لوط علیهم السلام کشاورز بودند، نوح علیه السلام نجار، ادریس علیه السلام خیاط و صالح علیه السلام بازرگان و داوود علیه السلام آهنگر بود. خداوند متعال میفرماید و براستی ما و داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم، گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او در تسبیح گفتن هم آوا شوید و آهن را برای او نرم کردیم و به او دستور دادیم که زیره های بلند و فراخ بسازد و در بافتن حلقه ها اندازه نگه دارد و کار شایسته انجام دهید و من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. پس ارزش انسان توسط کارش بلند می رود و شرافت کسب می کند، زیرا کار کردن بهتر است از سوال کردن و گداگری از مردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید این که یکی از شما با پشت و کمر خود هیزم جمع کند و بازار بفروشد برایش بهتر از این است که از مردم گداگری کند، شاید برایش چیزی بدهند یا ندهند. و در این خصوص تنها
کار کردن هدف نیست، بلکه کار باید درست و ماهرانه بوده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید خداوند دوست می‌دارد اینکه وقتی یکی از شما کاری انجام می‌دهد ماهرانه و کارشناسانه انجام بدهد. و او صلی الله علیه و سلم حریص بود تا باید هر شخص دارای عملی بوده باشد که برای خودش و دیگران مفید واقع شود. طوری که می‌فرمود بر هر فرد مسلمان دادن صدقه واجب است. گفتند ای پیامبر خدا، اگر کسی نداشته باشد چطور؟ فرمود با دستان خود کار کند تا هم از آن استفاده کند و هم صدقه بدهد. گفتند اگر پیدا نکرد چه؟ فرمود انسان نیازمند را با دستان خود کمک کند. گفتند اگر چنین انسانی پیدا نکرد چه؟ فرمود پس همیشه کار نیک انجام بدهد و از شرارت و بدی پرهیز نماید، این کار برایش صدقه است. طوری که دیده می شود او صلی الله علیه و سلم انسانی که نمی تواند کار کند را بر دوری از و دوری و ترک کارهای زشت و بدی تشویق نموده است و ثواب این کار را برایش مزد داده است. عالی ترین درجه بلند همتی همت برای خدمت مجتمع، کمک انسانهای ضعیف، دادرسی انسانهای مظلوم و برآورده ساختن نیاز نیازمندان است. مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول خدا، چه کسی نزد خداوند محبوب تر و کدام عمل نزد او دوست داشتنی تر است؟ فرمود محبوب ترین انسان نزد خداوند کسی است که برای مردم مفید بوده باشد و محبوب ترین کار نزد خداوند خوشی است که به دل انسان مسلمان وارد کرده می شود، یا دور کردن مشکلات از او، یا برآورده ساختن نیاز او و ادای قرض از سوی او می باشد. و اینکه من در خدمت برادرم برادر نیازمندم بروم برایم بهتر از یک ماه اعتکاف نشستن در این مسجد، یعنی مسجد مدینه است. کسی که غضب خود را کنترل کند خداوند شرمگاه او را می پوشاند، و کسی که خشم خود را فرو برد خداوند قلب او را در روز قیامت مملو از امنیت و آرامش می سازد. و هر کس بر رفع نیازمندی برادرش تا وقتی بوده باشد که او به پا بیستد، خداوند قدم های او را بر پر استراد در روز ثابت می سازد که در آن روز همه قدم ها می لرزد. برادران مسلمان، در واقع از بزرگترین صحنه هایی که باید همه ما در آن برای داشتن همت عالی تلاش نماییم صحنه خدمت به وطن است. چون خدمت به وطن بخشی از ایمان است و خداوند متعال ما را دستور داده تا برای انجام کار نیک و هر عملی که خیرش به وطن میرسد تلاش و رقابت کنیم. چون خداوند متعال میفرماید پس در نیکی ها برای یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همه شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در آن اختلاف می کردید به شما خبر می دهد. و خداوند متعال بندگانی را توصیف نموده که در نیکی ها بر یکدیگر پیشی می گیرند و می خواهند به مردم خیرشان برسد. و خداوند بیان می کند که نفع این خیر در دنیا و آخرت به صاحبش بر می گردد و چنانچه می فرماید بیگمان آنها همواره در کارهای خیر می شتافتند و در حال بیم و امید را امید ما را می خواندند و پیوسته برای ما خاشی و فروتن بودند. آنان را بر بلند همتی آنان را بر بلند همت تمایل بر منافع مردم و اعتماد کامل بر فضل و احسان و توفیق خداوند توصیف نموده است. و برخی از بلند همتی همت بر ساختار وطن است و تحمل مسئولیت اجتماعی می باشد. مانند ساختار و صیانت مساجد، ساختار مدارس، تجهیز بیمارستان ها و درمان بیمارها. پس همه این موضوعات از صدقات جاریه است که نفع آن همیشه به صاحبش می رسد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هفت کاری است که اجر آن پس از مرگ صاحبش در قبر و او میرسد. کسی که علم را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند، یا نهر بکند، یا چاهی حفر نماید، یا نخل غرس کند، یا مسجدی بسازد، یا مصحفی به میراث بگذارد، یا فرزندی به جا بگذارد که پس از مرگش برای او دعا و استغفار نماید. پس چقدر زیبا می شود اگر ما میان خود برای ساختار وطن که خانه همه ما است و خیر و فضلش به همه ما می رسد مسابقه و پیشگیری نماییم. این کار وقتی متحقق می شود که با هم اتفاق و انسجام داشته باشیم و آگاهانه با یکدیگر مهربانی کنیم و برای همگان دست کمک دراز نماییم، چون وطن از همه ماست و با همه ما ترقی و تقدم می کند و ما کم ارادتر، ضعیفتر و بیکارتر از دیگران نیستیم، زیرا ما صاحب تمدن اصالت و تاریخ هستیم و باید بدانیم که رسیدن به آرمان ها و تقدم اجتماعی می خواهد تا از سختی ها و معانی بگذریم و خود خواهی را ترک کنیم، چون رسیدن به مکارم مربوط به تحمل سختی هاست. انسان وقتی به منافع و خیرات می رسد که سختی ها را تحمل کند. خداوند به ابی تمام خیر بیشمار نصیب نماید. چنین می فرماید براحتی بزرگ نگریستم، پس دانستم که جز بر عبور از پل سختی ها و مشکلات به دست نمی آید. بار خدایا برای ما
همت عالی نصیب نما تا با آن به تقدم علمی، ترقی و پیشرفت اجتماعی برسیم. میهن ما و همه کشورهای اسلامی را حفظ کن. السلام علیکم.